در ادامه برخورد خشن نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با مردم معترض در شهر اصفهان گزارش ها و ویدیوها حکایت از شلیک گلوله های ای به سوی مردم و درگیری معترضان با این نیروها داره. در ابتدا پس از ساعتی اعتراض و برخورد نیروها با اون از بستر زاینده رود به خیابان های شهر کشیده شد. در یک خیابان موتورسیکلت با آتش کشیده شد و در خیابانی دیگر معترضان با نیروهای امنیتی برخورد می کنند. در همین حال ویدئویی هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده که شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی مردم رو نشون میده. علاوه بر خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان گزارش ها حاکیه که خدمات اینترنت همه اپراتورهای تلفن همراه از ساعتی پیش در اصفهان قطع شده و فقط اینترنت های خانگی وصل هستند. گزارشگران بدون مرز نیز به قطع اینترنت موبایل و اختلال در اینترنت خانگی در اصفهان واکنش نشون داده. این سازمان شامگاه جمعه در حساب فارسی توییتر خودش نوشت که بار دیگه اقدام جمهوری اسلامی ایران در قطع اینترنت برای پیشگیری اطلاع رسانی از اعتراض های مردمی در اصفهان رو محکوم میکنه. در پی اعتراض های روزهای گذشته به مدیریت آبرسانی در کشور اینترنت در دیگر شهرها و مراکز و استانها از جمله اهواز و شهر کرد مختل یا قطع شده در همین حال گزارش شهروندان اصفهانی و شاهدان عینی از قطع اینترنت همراه در بخش های مرکزی شهر اصفهان از جمله محدوده خیابان بزرگمهر و خیابان های اطراف پل خاجو حکایت داره در گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی چند ویدئوی یورش نیروهای پلیس به سوی مردم و همچنین پرتاب گاز اشکاور به قصد متفرق کردن مردم معترض رو نشون میده عکس هایی که از این محل در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر منتشر شده حاکی از حضور تعداد قابل توجهی از مردمه در ویدئوی دیگه ای فردی توضیح میده که نیروهای لباس شخصی در حوالی پل خاجوی اصفهان بر بستر زاینده رود حضور یافتن تا مانع حضور مردم معترض بشن در همین حال ویدئوهایی هم منتشر شده که حاکی از زخمی و مجروح شدن مردم در جریان درگیری های پراکنده روز جمعه و انتقال اونها به درمانگاهه ویدئوی دیگر در توییتر نیروهای پلیس رو در یک سو و مردم معترض رو در سوی دیگر از بستر زاینده رود نشون میده. فضا پر از دودیه که به نظر میرسه گاز اشکاور باشه. در مقابل عده ای از مردم شعار بیشرف سر میدن اصفهانی با غیرت حمایت حمایت و هموطن بپاخیز ایران فلسطین شده و تا آب نیاد تو رودخونه بر نمی به خونه از جمله دیگر شعارهایی که روز جمعه در اسفهان سر داده شده پس از بالا گرفتن برخورد خشن نیروهای جمهوری اسلامی با مردم معترض در بعضی خیابان‌های اصفهان مردم شعار رضا شاه روحت شد این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده و نیز مرگ بر خامنه ای سر دادند. پیشتر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فراخانی در تلگرام منتشر شده بود که مردم رو به حضور دوباره بر بستر زاینده رود در اعتراض به وضعیت آب در منطقه در روز جمعه دعوت می کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه روز جمعه این فراخان رو به ضد انقلاب نسبت داده و از مخالفت پلیس با برگزاری تجمع نوشته. در این فراخان که گفته میشه از سوی کشاورزان اصفهان منتشر شده بود، اونها برای روز جمعه 5 آذر 1400 ساعت 9 صبح مقابل پل خاجو فراخان داده و از همه مردم دعوت کرده بودند که مثل هفته گذشته در حمایت از اونها به صورت گسترده در این تجمع شرکت کنند. روز جمعه هفته گذشته هزاران نفر از مردم اصفهان در کنار کشاورزان معترض به عدم دسترسی به حقابشون جمع شدند. نیروهای امنیتی حکومت از روز پنجشنبه تلاش خودشون رو برای پاکسازی محل تجمع چندین روزه کشاورزان و مردم آغاز کرده بودند. به نظر میرسه که هدف اونها جلوگیری از براه افتادن تجمع گستردی دیگری در روز جمعه پنجم آذر بود کشاورزان شرق و غرب اصفهان از روز هفدهم آبان ماه در اعتراض به بیتوجهی به خواسته هاشون و بلا تکلیفی هر ساله برای کشت پاییزه در بستر خشکیده زاینده رود و در جوار پل خاجو چادر اعتراضی برپا کرده بودند. کم کم مردم نیز به این کشاورزان ملحق شدند. با آنکه تلویزیون حکومتی ایران و رسانه های نزدیک به حاکمیت در روزهای نخست این تجمعات رو پوشش میدادن و به مقایسه اون با اعتراضات آبان 98 می پرداختن با امداد پنجشنبه نیروهای یگان ویژه به چادرهای معترزان و کشاورزان بر بستر خشک زاینده رود حمله کرده و برای مجبور کردن اونها به پایان تحسن اونها رو آتش زدن به نظر میرسه حکومت بیمه این رو داره که این تجمع اعتراضی گسترده تر شده و در نهایت به دیگر مناطق و شهرها نیز سرایت کنه هفته گذشته تجمعهایی هم در شهر کرد در اعتراض به وضعیت آب برگزار شد. رضا پهلوی در توییتر اعتراضات مردم اصفهان رو نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته خوند که با دست خالی در مقابل وحشیگری مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادن بر مردم دلاور اصفهان و نیز هم میهنان غیورم در چهار محال و بختیاری درود میفرستم و بار دیگه از همه اخشار ملت ایران میخوام که در کنار یکدیگر به این مبارزه تداوم ببخشند و با اتحادی ملی و سراسری اجازه تفرق انگیزی رو به رژیم ندن آنچه امروز همه ما در اصفهان دیدیم نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته این استان بود که با دست خالی در مقابل وحشیگری مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادن و نشون دادن این رژیم تا چه میزان از ملت ایران میترسه و در مقابل قدرتشون ناتوانه او اضافه کرد مردم نشون دادن این رژیم تا چه میزان از ملت ایران میترسه یوسف تبا نژاد نماینده خامنه ای و امام جمعه اصفهان امروز گفته عزیزان ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه متوجه کمبود آب شدند. اما طبیعی ادامه دادن کار برای منافقان و ضد انقلاب فرصت فراهم میکنه و نباید ادامه پیدا می کرد. مشخصه که اتفاقات امروز کار کشاورز نیست نماینده خامنه ای در اصفهان افزوده مشکل آب بگونه این نیست که یک روزه حل بشه بعضی میگن صد روز از دولت گذشت و کاری نشد اولا که این دولت وعده صد روزه نداده بود سانیان چه کسی گفته کاری انجام نشد سوء مدیریت های قبل یک دفعه جمع نمیشه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان با ارسال پیامی به برخی شهروندان مبنی بر اینکه موقعیت مکانی اونها ناآرام بوده و احتمال ایراد آسیب وجود داره از اونها خواسته سریعا محل رو ترک کنند. دادگستری اصفهان با ارسال این پیامک به طور رسمی و علنی اقدام به تهدید شهروندان کرده. هموطنان اصفهانی حاضر در اعتراضات لطفا توصیه های هوشیاری رو جدی بگیرن. حتی امکان تلفن های همراه خودتون رو خاموش کرده و یا در وضعیت پرواز قرار بدید. در غیر این صورت اگه اصرار بر استفاده از تلفن همراه خود دارید، با مدیریت تنظیمات مکان دستگاه خدماتی مانند گوگل مپ و اپلیکیشن های مکانیابی رو در تلفن خودتون غیر فعال کنید. سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال می کنید. لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.